ما تو زندگی دنبال خیلی چیزا هستیم البته خیلی ها به دنبال پولند خیلی ها به دنبال منزل و خونه هستن خیلی ها میخوان ازدواج کنن خیلی ها میخوان مدرک بگیرن خیلی ها شهرت میخوان و غیره ولی نهایتا اون چیزایی که ما دنبالش هستیم از درون باید بیاد اونم مثل سلامتی هستش یا خوشبختی یا شادی و چون یه چیز مادی رو ما از طریق چیز مادی نمیتونیم به چیز معنوی دست ببریم و برسیم بهش پس خیلی بهتره که توجه کنیم به اون چیزی که میخواهیم و برای اون چیزی که میخواهیم بهترین راه اینه که اول شناساییش کنیم مثلا اگر ما سلامتی می تو زندگی اول باید اونو شناسایی کنیم و تعریفش کنیم متهم متاسفانه امروزه تعریف سلامتی بیشتر به این صورته که خب عدم بیماری یعنی اگر به پزشک هم کنین آزمایش های مختلف رو شما انجام میدن و بعدم میگن خب اگر شما هیچ بیماری قابل تشخیص نداشته باشین پس سلامت هستین ولی دید دیگری که میتونیم داشته باشیم نسبت به سلامتی و تعریف سلامتی اینه که ما فقط به صورت سفید و سیاه نگاه نکنیم به خاطر اینکه اگر سلامتی کامل قله کوه باشه و نقطه سفید باشه و بیماری بیماری که قابل تشخیص پزشکان باشه دامنه کوه و اون رنگ سیاه باشه هزارها سایه, سایه و رنگهای خاکستری بین این دو وجود داره و اگر ما نتونیم اونها رو تشخیص بدیم و فقط تشخیص رنگ سیاه رو بدیم اون موقع اگر شخص خاکستری پررنگ هم باشه خب میگیم سلامتی کامل داره در صورتی که همچین چیزی نیست خیلی بهتره که ما شناسایی بکنیم پیشگیری بکنیم از اون لحظه که اون قله سفید سلامتی قل بخوریم و بیایم پایین و به اون دامنه کوه برسیم با یک پیشگیری با یک نگرش درست با یک روش زندگی صحیح تغذیه سالم به زندگیمون برسیم که اولا به نقطه سیاه نرسیم یعنی به نقطه‌ای که قابل تشخیص توسط پزشکان برای بیماری های مختلف هست باشه و دوما بتونیم این سایه های خاکستری رو جلوگیری بکنیم و هرچه از این که پر رنگ تر بشن بیشتر بتونیم پیشگیری بکنیم پس سلامتی یک سفره و نه یک مقصد و رنگ های متفاوت سایه های متفاوت خاکستری داره از سفید تا سیاه و نه فقط سفید و سیاه